با سلام. این اولین ویدیو از شش ویدئویی هستش که در آینده خواهید دید. میخواییم در مورد کارتون ادیتوریال یا کارتون مطبوعاتی با هم دیگه صحبت کنیم. من قصدشم در شروع مقدمه‌ای به عنوان تاریخچه یا تاریخ این کارتون براتون بگم، ولی میتونید به راحتی با مراجعه به گوگل یا ویکی‌پدیا و تایپ کردن ادیتوریال کارتونز میتونید تمام سوابق این حرفه رو بخونید و استفاده کنید. پس ما وقتمون رو اختصاص میدیم بیشتر به نکات توضیحات حرفه‌ای در مورد این کار و گفتگو درباره شیوه‌های متفاوتش. عرض کنم سابقه این کارتون‌های مطبوعاتی به بیشتر از 300 سال میرسه و اوج در واقع شکلگیریش در طی انقلاب فرانسه بود. بعد به مطبوعات راه پیدا میکنه. طبیعتاً مطبوعات اون موقع سیاه و سفید بیشتر چاپ میکردن با طریق تکنیک‌های چاپ قدیم و کارتون با سیاه و سفید شروع شد. نکته‌ای که مهمه در مورد کار مطبوعات، کار کردن با مطبوعات به عنوان کارتونیست این هستش که مطبوعات همونطور که میدونید هم منتقل کننده افکار عمومی هستن و همین که کمک میکنن در شکل پیدا کردن افکار عمومی، یعنی در واقع هر مطبوعه‌ای، هر نشریه‌ای نظریات و نقطه نظری خاص خودش هم در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی که باش مشغول هست داره. کارتونیست مطبوعاتی هم به تبع همین وقتی که طرحی رو اجرا میکنه نقطه نظر شخصی خودش رو داره به صورت گسترده نمایش میده، در میون میذاره و در واقع بخشی از افکار عمومی رو شکل میده به این وسیله. بنابراین خیلی مهمه که شما در مورد مسائلی که روش کار میکنید اطلاعات خیلی خوبی داشته باشین، مطلع باشید که در چه مورد کار میکنید، مطلع باشید که آیا تحلیلی که به دست میدید در ارتباط با شکل خوانندگان یا بینندگان اون نشریه و توجه به سن اون افراد، توجه به اینکه گروهی که طرف مخاطب شما هستن از چه سطح آگاهی اجتماعی و سیاسی برخوردار هستن، از چه سطح سواد برخوردار هستن، کاراتون باید برای اونا قابل فهم باشه. از نکات مهم که باز اینجا میخوام بگم اینه که کارتون مطبوعاتی غیر از نقش مهمی که داره به عنوان منتقل کردن در واقع نقطه نظرات شما نسبت به یک موضوع به خصوص اجتماعی سیاسی فرهنگی به مخاطب، یه شکل زیبایی شناسی هم در خودش داره. یعنی باید از چه از نظر رنگ چه از نظر طراحی باید از مقامی برخوردار باشه که جذاب باشه، قابل دیدن باشه و در واقع یه دعوتنامه‌ای باشه برای بیننده که اون پیام رو دریافت بکنه. من شخصاً چیزایی که اینجا مطرح میکنم بیشتر شاید نظریات شخصی من باشن یا تجربه شخصیم، قطعا همه استاندارد جهانی نیست، میتونه نظرات متفاوتی باشه و حسن این زمان در یادگیری هم در همینه که شما میتونید اینجا چیزایی که یاد میگیرید مقایسه بکنید با سایر یادگرفته هاتون از حرفه‌ای دیگه این کار یا از اینترنت. چیزی که برام باز مهمه که بگم این است که مسئله طنز در این نوع کار تصویرسازی، طنز کمک میکنه به ما در این که بتونیم راحت تر منتقل کنیم موضوع مورد صحبتو. یعنی این که حتی اخباری که سهمگینن، سنگینن و مشکلن و با کلمات وقتی که منتقل میشن مردم یه جور احساس بدی پیدا میکنن، طبیعتا خبر خوبی نیست. یاد اخبار سیاسی هم معمولا خبرهای فوق‌العاده خوشحال کننده یا خوبی هر روز در خودشون ندارن. با کمک طنز ما میتونیم این خبر رو قابل درک، قابل مورد علاقه بکنیم برای خواننده یا بیننده اون نشریه. یه نکته مهم دیگه در این هستش که تجربه نشون داده که در حال حاضر مخصوصا بعد از اومدن اینترنت و اینکه سرعت مراجعه به صفحات بین ما آدم ها زیاد شده، یعنی سریع از یه صفحه به صفحه دیگه ما میریم، به همون اندازه این تأثیر روی کار مطبوعات هم گذاشته. یعنی بیننده خواننده یه مطبوعه، یه مجله یا روزنامه وقتی که روزنامه رو ورق میزنه اگر چیزی واقعا جلب نظرشو بکنه شاید یک تا دو ثانیه به اون نگاه بکنه، مطالب رو میخونن، مطالب مورد علاقه شون، اما تصاویر رو هم از عکس یا کارتون
فقط در صورتی که با حداقل المنت های لازم، علائم لازم، حداقل شخصیت های لازم طراحی شده باشه و بامزه، یعنی جالب باشه، چه از رنگ بندی چه از طراحی، در اون صورت من میتونم بهتون قول بدم که خواننده روزنامه 1 تا 2 ثانیه رویش توقف میکنه. اگر در طی این 1 یا 2 ثانیه موضوع اصلی رو، اون پیام اصلی رو بتونه دریافت کنه، بعد چند ثانیه بیشتر اختصاص میده به اینکه این کار زیبا رو هم نگاه بکنه و بنابراین اون وقت تازه میتونه شاهد کار هنری شما باشه. بنابراین در کار مطبوعات پیام، انتقال پیام به مراتب نقشش از اینکه چقدر شما هنرمند هستین بالاتره، چون اگر پیام منتقل نشه کار هنری شما بهش توجه نمیشه در مطبوعات. این از مطالب خیلی مهمه که بعدا در جلسات بعدی صحبت میکنیم. نباید سوی تفاهم بشه که کارتون ادیتوریال، چون من حتی در ویکی‌پدیا که دیدم بیشتر به عنوان کارتون سیاسی ازش اسم میبرن، در صورتی که صرفا کارتون سیاسی نیست. کارتون ادیتوریال میتونه شامل کارتون های سیاسی باشه، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، میتونه همه چیزو در بر بگیره. منتها چون ما اون در واقع گرایش عمده شاید در بین شما کسانی که دنبال میکنن این برنامه ها رو وجود داره، اون گرایش عمده طبیعتا ما رو میبره به طرف اینکه بیشتر روی کارتون های سیاسی و اجتماعی تمرکز کنیم، که البته شاید هم از جهتی هم برای خیلی ها جالب تر باشه. من فقط اینا رو ورق دارم میزنم براتون برای این هستش که همینطور که صحبت میکنم هم شما از یه تصاویر زیبایی بهره ببرین، همین که شاید بعضی وقتا من بتونم اشاره های روی این تصاویر داشته باشم که کمک بکنه در پیش بردن صحبت های ما. نظیر اینجا، این در مورد طبیعتا اکونومی هستش، در مورد پولایی که مرتب جابجا میشه در جهان، در صنایع، در بانک ها و غیره، و سهم فقرا که حالا با رنگ قهوه‌ای کشیده که خب فقرا رو معمولا فوری تصور میکنیم که آفریقایی‌ها باید فقیر باشن، حالا اینطوری کشیده که آخرین چیزی که از این انبوه پول میرسه اینه. خب اینو ظرف شاید 2 ثانیه میتونه آدم ببینه این پیامو، بنابراین بعد به جزئیات دقت میکنه، به پولا که واحد پول چی هست، به اینکه طراح چقدر خوب طراحی کرده و غیره. حتی من میتونم بگم که الان کشورهایی در آفریقا هست که مراتب وضعیت مالیشون بهتر از کشورهایی که رنگ پوستشون روشن‌تر هست، ولی خب به هر حال این نظر این کارتونیست سودانی هست که خب در آفریقاست طبیعتاً خودش تجربه فقر و اینا رو بیشتر از ما داره متأسفانه. اینجا باز نمونه‌ای رو می‌بینیم که در مورد جنگ هست. خب یه افریقایی رو ما می‌بینیم که با یه چنگال اومده می‌خواد غذا بخوره تو این کاسه چوبی ظاهراً، ولی به جاش اسلحه هست. این باز خیلی نسبتاً سریع منتقل میکنه، ولی موضوع بیشتر لوکال هست. ما توجه کنید که ما در مورد المنت هایی که استفاده میکنیم مثل قلم، این المنت یونیورسل، جهانیه، برای همه قابل فهمه. تبر قابل فهمه، آدم بد اخلاق قابل فهمه، ولی بعضی از چیزها از نصیر این خطایی که اینجا گذاشته برای عموم ممکنه قابل فهم نباشه. این علامت جدا کردنه، یعنی بریدنه، پرفراژ میگیم در اصطلاح گرافیک بشه، که خب خیلی از مردم اینو نمیشناسن. بنابراین اگر من مثلا برای روزنامه‌ای که خیلی تماشاگر وسیع از اقشار وسیع داره کار کنم، سعی می‌کنم از این علامت استفاده نکنم، چون عموم باش آشنا نیستن. من اینجا یه مقدار صحبتامو کوتاه می‌کنم، برمیگردم به صفحه اول این کتاب هست، There is more than one truth، به معنی اینکه حقیقت بیشتر از یکی هست، حقیقت‌های متفاوتی وجود داره و این کمک میکنه به اینکه ما دیدمون نسبت به مسائل گسترش بدیم. در قسمت‌های بعدی بیشتر در مورد تکنیک‌ها، در مورد روش‌های اجرایی و حرفه‌ای این کار صحبت خواهیم داشت. موفق باشید.